ورود خمینی این اتفاقات آغاز شد. دوازده بهمن ما روزی بسیار عجیب و تلخ است برای جامعه. روزیه که ما میتونیم ازش درس بگیریم. خمینی درونش مرگ بود. روبروی خمینی ما میتونیم یک واژه بذاریم و اون واژه مرگ. اون افرادی هم که در 12 بهمن روز مرگ ایران، روز سقوط و فروپاشی ایران به نظر من در کنار خمینی بودن، نمونه ها و مثال های جالبی هستن که چه اتفاقاتی باشون افتاد. عرض سلام و ادب دارم خدمتتون با یک برنامه دیگه. 12 بهمن آغاز ویرانی ایران. به اندازه 44-45 سال جمهوری اسلامی موفق شد روی ماجرای انقلاب 57 مانور بده و خوشبختانه این موفقیت هر چقدر به این سالهای اخیر نزدیکتر میشیم به شکست نزدیکتر شد و نسل جدید ایرانی متوجه شد تمام اون خزعبلات و دروغ‌ها و نیرنگ‌هایی که جمهوری اسلامی به کار برده بود برای اینکه انقلاب 57 رو تبدیل به یک خواست و اراده ملی بکنه و همچنین از نظم پیشین، نظم سیاسی پیشین یک نظام صفاک و هیولا بسازه. و پیش از اینم من گفتم هیچ نظام سیاسی نیست که قابل نقد نباشه، هیچ نظام سیاسی نیست که مقدس باشه. همه نظام‌ها رو میشه نقد کرد، همه اشخاص سیاسی رو میشه نقد کرد، اما یه جایی میشه که صحبت از اصلاح هست و همچنین در مقابلش صحبت از فروپاشی و سقوط هست. امروز دیگه ما به جرأت میتونیم از انقلاب 57، از شورش 57، از اون ویرانی و ویرانی طلبی و مرگ دوستی به نام سقوط و فروپاشی نام ببریم. چه کسانی در این فروپاشی شراکت داشتن؟ یک مش مردم بی سواد، نمیدونم رستایی حلبی نشین، یا یه مش دکتر مهندس و حالا بسیجی که نه، منظور یعنی اون مؤمنین و مسلمانان و از مجاهد بگیر تا کمونیست، اینها دست به دست هم دادن. از ملی مذهبی بگیر تا ملیگرا دست به دست هم دادن تا ایران به واسطه جمهوری اسلامی و به واسطه حضور و ظهور یک شخص به شکلی میشه گفت مجهول الهویه مثل خمینی سقوط بکنه، رو به سمت فروپاشی بره و به اینجایی برسه که امروز داریم میبینیم. و خیلی هم جالبه، حضور این شخص، ورودش در قبرستان بود و مشخص بود که این آدم اومده که چاله بکنه برای مملکت. این افراد و این جریان ها دست به دست هم دادن، انگار اصلا یک مشت نابینا، ناشنوا و کسانی که تمام اون چیزی که خونده بودن، تمام اون چیزی که میدونستن انگار گذاشته بودن کنار و زیر این عنوان که اتحاد برای حالا ایران به هر عنوانی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، و با این شعار در درون متناقض رفتن به سمت نابودی ایران. تمام اون حرفهایی که خمینی در اون سالها در همون سخنرانی زد امروز ایران اتفاق میگفت، چه میدونم شاه جوانهای ما را معتاد کرده، نمیدونم فلان کرده، زنان ما را در بند کرده. اصلا یعنی یک نفر اونجا بلند نشد. البته که این اتفاق نمیفته، چون ما همین امروز هم هستیم دیگه، امروز هم داریم میبینیم دیگه. مگه مثلا چهار نفر بلند میشن یعنی حرف دریوری میزنن؟ مگه از اون وسط جمعیت بلند میشه کسی اعتراض بکنه؟ اون آدم هم همینجوری همه خفه شدن، وایستادن، نگاه کردن و دونه دونه خاطرات رو شما نگاه میکنید، نه فقط هم خاطراتی که خود جمهوری اسلامی نوشته، خاطراتی که یه مقدار کمتر جانبدارانه هست رو هم نگاه میکنید، یا خاطرات حذف شده ها رو نگاه میکنید، دونه دونه میبینی همه شراکت کردن. از کیانوری حزب توده بگیر که بعدها کارشون عملا شده بود لو دادن اینو، همون صادق قطب زاده رو همین کیانوری و تیمش
لو دادن به شکلی، حالا یه براش پرونده سازی کردن عملا، یعنی بازی یک بازی پرونده سازی و این اونو لو بده، این اونو حذف بکنه. و خیلی هم جالبه حجم وسیع از اون آدمایی که با خمینی اومدن تو اون هواپیمای شوم بودن، بسیاری از این افراد حذف شدن آروم آروم. 12 بهمن ما روزی بسیار عجیب و تلخ هست برای جامعه ایران. از یاد نباید ببریم که در این روز، موقعی که خمینی در ساعت حدود فکر میکنم 9 صبح به بعد ورود کرد، همچنان دولت بختیار قدرت داشت. در واقع باید بگیم هنوز رسما ایران سقوط نکرده بود. و نکته‌ای که برای خود من جالب بود اینه که توی اون مراسم یه قاری قرآنی بود که بعد متوجه میشیم که این آقای محمد اصفهانی خواننده است، و یه بغلش هم یه کسی دیگه بود که اونم ترجمه میکرد اون قرآنو. بعد از اون یه بچه شهیدی اومد صحبت کرد و در اونجا، حالا ببینید، نه به باره نه به داره، خب ظاهرا تو اومدی از 14-15 سال بعد از اینکه تو ایران نبودی برگشتی به ایران، اصلا صحبت به معنی یعنی شکل حکومتی و نظم هنوز شکل نگرفته. از دهن بچه شهیده جمهوری اسلامی بیرون میاد. خب توی جوون نمیدونم حالا 17-18 سالی، تو از کجا این جمهوری اسلامی آوردی؟ چجوری هنوز وقتی رفراندوم نشده تو داری صحبت از جمهوری اسلامی میکنی؟ به عناصری که در کنار خمینی، یعنی توی اون هواپیمای 400 خورده نفره که 250 تا صندلیش هم خالی بود، بقیه هم خبرنگار و نمیدونم آدمای اطرافیانش بودن، نگاه میکنیم که خیلی هاشون هم حذف شدن، اون موقع میتونیم حدس بزنیم که این خیلی خبرنگار و این حجم پروپاگاندا که معمر رضا شاه پهلوی هم توی مصاحبهش که بسیار به هم ریخته است و خودش هم مشخصه که شوکه شده از این حجم دسیسه و توطئه، میگه چنین چیزی از بی بی سی حالا نام میبره، بنگاه خبر پراکنی بریتانیا، میگه اینا پروپاگاندا کردن، اینا توطئه کردن. باورش نمیشه. خب قابل فهمم هست که توی اندازه چرا باورش نمیشه، چون در هر صورت یه بخش وسیعی از این داستان توی تهران و چند شهر بزرگ افتاد دیگه، و به مرور هم افتاد. یک باره یه جایی انفجار اتفاق افتاد که اصلا تو هم وقتی که برای مملکتت مثلا یه سری حرکت ها انجام بدی، مثلا حق رأی به زنان بدی، نمیدونم اصلاحات ارضی اتفاق بیفته، این سیستم خان و خانبازی و رعیت پروری بگیری، یعنی هزار اندی سال نظم سیاسی اجتماعی رو تو به هم بزنی عملا، بعد نگاه بکنی ببینی ضد انقلاب شده، چه اتفاقی افتاده. خب حتما میشه دلیل شناسی کرد، حتما میشه آسیب شناسی کرد که چجوری به این نقطه کشیده شده. اما اینکه یک باره از تو یک هیولای شاخدار بسازن و بعد افراد رو بیارن بیرون، نمیدونم هر کسی رو که کراوات داشته باشه، سیویل داشته باشه، به عنوان ساواکی بکشن، با ژنرال ها این کارو بکنن، اینا همه بعدش اتفاق افتادی. این حجم از داستان واقعا شوک‌آوره که این چنین یک جامعه‌ای بهت پشت بکنه و به تمام اون تاریخ پشت بکنه. و خب اینیام که وقتی میاد توی صحبتاش داره صحبت میکنه که حرف زدن هم بلد نیست، یعنی خیلی تحمل عجیبی میخواد. حالا امروز ما با ذهن خود امروزین داریم نگاه میکنیم، ولی خیلی سخته. من فکر میکنم برای کسی که اون موقع هم مقداری هوش میداشته، دشوار حرفهای پرت و پلای این آدم رو گوش کردن. یعنی عین یه بچه میمونه این آدم، که مثلا انگار چهار تا باسواد اومدن بهش گفتن که آقا تو صحبت فقط این بکن، در مورد این مسئله صحبت بکن، یه چیزی به نام آمریکا هست، یه نوکری هم داره به نام شاه، و اینو تو فقط در موردش حرف بزن. و آره، ایران رو کرده این پایگاه آمریکا و این نوکر آمریکا بوده و جوانها رو خراب کرده، نمیدونم تعداد مشروب فروشی ها از کتاب فروشی ها بیشتر است، و همین یه سری پرت و پلا اینجوری بگو و تمام. روی جو انقلابی هم میطلبه. الان هم حداقل ما این تجربه رو کردیم، چهار نفر بلندشن بیان جغجغ بکنن، سری میگیم اوخه با چه حرفای جالبی داره میزنه. تو کنه قضیه که میریم تحلیل که میکنیم، اینو چه پرت و پلایی داره. برای همینم هم تو برنامه‌ای که من درست کرده بودم، پروژه خمینی سازی، همینو اشاره کردم. خمینی نمونه یک آدم شیاد فریبکار بی سواده که حرفهای ساده میزنه و روی جبهه انقلابی هم میتونه پیش بره. حالا خمینی که اون موقع حداقل برای مسلمانان توی بخشایی به عنوان مرجع به اصطلاح مورد قبول بود، اون افرادی که دارن اونجا گوش میکنن اونا کیا هستن؟ و شما باید ببینید تو این خاطرات یا تو خود اون رفیق دوسته، کتابشو که بخونید، یه جا صحبت میکنه که میگه موقعی که کمیته استقبال همه چی رو اینا باید آماده کرده بودن، اونم کسی بود که اون بلیزره رو آماده کرده بود و بعد چه اتفاقاتی هم با اون نفرات افتاد، اینا خودش داستان داره. میگه یکی از این ملی مذهبی ها اینو آماده کرده بودن که سو صندلی بنشوننش، و خمینی همین که اومد دیدش و اون آقا پیاده بشه، گفتن آقا جزو کمیته استقبال، به نظر با تحقیر و
خیلی حالت بدی اینو از ماشین پیادش کردن. یه از اول اینا اومده بودن داستانو میدونستن. بقیه اینا میگن انقلاب ما را دزدیدن، انقلاب ما را دزدیدن، انقلاب رو ندزدیدن. شما حالا با زبان عامیانه بگم عملی این قضیه بودید، عامل این قضیه بودید که از شما سوء استفاده شد. همتون از چپا بگیرید تا شکلهایی از گروههای اسلامی که نرمتر بودن و تا ملی مذهبی ها و هر آن کسی که فکر میکرد که میتونه خمینی رو در واقع به عنوان راه بازکن استفاده بکنه ازش، که بعد دیدن نه این آدم به درد چاباسکنی هم نمیخونه، چه فاضلا هم نمیتونه باز بکنی با این آدم. این آدمو شما میخواستید بندازید جلو و بعد نتیجه دیدید نه، همتون خودتون بازی خوردید. رفیق دوسته میگه آقا یه سری مجاهدم میومدن جلو، اصرار داشتن که اون جلو صف جلو باشه، میگه هم من به اشاره کردم همه اینا رو بفرستید عقب. شما خواستید بازی بکنید، بازیتون ندادن و خمینی به مرور دونه دونه شما رو حذف کرد و یه درو کشت. نمونش هم همون صادق قطب‌زاده که کارش هم همین بود، ول میچرخید تو این غرب، مستندم در موردش ساخته شده، میتونید ببینید. حداقل یکی از کارهای خوبی که بی بی سی انجام داده، حداقل از طریق بی بی سی پخش شده، همین برنامه مستند قطب‌زاده بود. من خوشم اومده بود، جالب بود، نکات خوبی بهش اشاره کرده بود برای فهم قضیه که چجوری تو میای به غرب، از این سوراخ به اون سوراخ، به غربی‌ها اعتماد می‌کنی نمی‌دونم و بعد به خمینی اعتماد می‌کنی، میری داخل حذف میشی، همین داستان ممکنه دوباره تکرارم بشه. 12 بهمن دقیقاً روزی است که ملت ایران مرگ رو با چشم خودش دید. یعنی اون کسانی که این اندازه هوش و شعور می‌داشتن می‌دیدن که این آدم تجسم مرگ است. این شهید شهید، من بچه دادم تو بچه دادی فلان دادی، یکی از خطرناک‌ترینه جمله هاست که من میشنوم. یعنی موقعی که کسی میخواد بیاد انتقام گیری شخصی بکنه، خمینی درونش مرگ بود. روبروی خمینی ما میتونیم یک واژه بذاریم و اون واژه مرگه. هر اون کسی که در فکر اینه که بیاد من انتقام چیزی رو میخوام به معنی به این معنی بگیرم و مسئلهش ایران نباشه، مسئلهش آینده ایران و آینده ملت نباشه، میشه خمینی. خمینی نمونه چی نادیم؟ خمینی هم بچهش کشته شده بود دیگه. حالا به هر ترتیب که اونا میگفتن که به واسطه کشته شده، مثلا ساواک کشته اینو، نمیدونم اینا که اون موقع همینجوری بود دیگه. مثل ماجرای صمد بهرنگ که سالها و سالها تو کله همه ما کرده بودن که صمد بهرنگی کشته شده، در صورتی که بعد واقعا شک در این وجود داشت و یه سری به هر حال اطلاعات هست که این آدم متاسفانه حالا به هر حال به عنوان نویسنده غرق شده بوده. اون افرادی هم که در 12 بهمن روز مرگ ایران، روز سقوط و فروپاشی ایران به نظر من در کنار خمینی بودن، نمونه ها و مثال های جالبی هستن که چه اتفاقاتی باشون افتاد. میشه همه رو دونه دونه ردیف کرد. از اون بنی صدر بگیرید که یه حدود 2-3 سال درگیر قضیه بود. خمینی بسیار بهش علاقه داشت، همیشه هواشو داشت، کمکش میکرد. خمینی در مقابل یه سری افراد تندرو از بنی صدر دفاع میکرد. سرنوشتش چی شد؟ سرنوشت مجاهدین چی شد؟ سرنوشت بخشی از این چپ‌ها، حزب توده و نیروهای اکثریت چی شد؟ در مورد کیانوری دبیرکل حزب توده اتفاقاتی افتاد که آدم اصلا شرم میکنه که در موردش حرف بزنه. من اینا رو دارم اشاره میکنم به خاطر 12 بهمنه، یعنی با ورود خمینی این اتفاقات آغاز شد. بسیاری از این کسایی که راه بازکن خمینی بودن فکرش رو نمی‌کردن. نمونهش حسن لاهوتی. حسن لاهوتی 3 پسر داشت، سعید و حمید و وحید. سعید با فاطمه هاشمی رفسنجانی ازدواج کرد، حمید با فائزه هاشمی رفسنجانی ازدواج کرد، وحید جزو مجاهدین بود که بعد ماجرای مجاهدین که اتفاق افتاد اون رو هم گرفتن و زدنش و خود پدر رو که پیش از این یار صمیمی و همراه خمینی بود اون رو هم زندانی کردن و بعد حالا به واسطه بحث بر سر اینی که با سم کشتنش. این اتفاقات، یعنی دونه دونه این کشته شده های زمان اوایل انقلاب رو شما نگاه میکنید وحشت میکنید که چجوری دیدید. اون عکس رو که نگاه میکنید میبینید چه کسانی حذف شدن. متحری به شکلی حذف شد چون یه مقدار زاویه داشت، حالا فرقان کشتش ولی حذف میشد. در مورد بهشتی هم همین حرف هست، در مورد شریعتی هم که پیش از انقلاب اتفاق افتاده بود بازم همین حرف بود، بعد از اون در مورد چمران هم هست. یعنی دونه دونه این مرگ ها به شکلی که جای متفاوتن بودن، یا سوق داده شدن به سمت مرگ، یا به شکلی حذف شدن به معنی از عرصه سیاسی، یا آروم آروم کنار گذاشته شدن، یعنی پشت سر هم اتفاقاتشون.
یکی دیگه از کسانی که در 12 بهمن همراه خمینی بود، اونم ماجرای جالبی داره که اصلا باید جداگانه در موردش برنامه ساخته بشه. یک کسی بود به نام رضا باتاواش. رضا باتاواش کیه؟ رضا باتاواش یه آدم الجزایری بود که مهاجرت کرده بود فرانسه. حالا شما دقت کنید، بازی رو فقط ببینید. این آدم الجزایری فرانسوی بود، عضو پلیس فرانسه بود و بعد پلیس فرانسه برای محافظت خمینی نفر انتخاب کرده بود، خمینی اینو انتخاب کرده بود، فارسی هم بلد بود، همه این چیزا هم اتفاقی بود. یه خانومی هم داشت، همسرشون خانوم آهی، نمیدونم اسم بیتا فکر میکنم. ایشون همون کسیه که دست خمینی رو گرفت و از پله اومدن پایین. همین آدم بعدها در ایران مسئله جاسوسی براش پیش اومد، یعنی متهم شد به جاسوسی. بعدم که حالا توی یه مصاحبه صحبت کرده بود، گفته بود که خانم منو رها کرد و دیگه بس، در این حد بود که از این خونه به اون خونه آواره بود و بی خانمان. این باتاواش چنین سرنوشتی داشت و همونجا هم مرد در ایران. 12 بهمن وقتی که خمینی به تهران رسید و مرگ رو با خودش آورد، در روزهای بعدش به دیدار شریعت مداری رفت، آیت الله شریعت مداری، که اون هم بعدن حذف شد. و ببینید چه رابطه اینها با هم دیگه داشتن که این حالا فیلمش هم هست، میرن خوشو بش میکنن، نمیدونم به عنوان دوتا همسنفی، رفیق، همکار، و خیلی زود شریعت مداری هم حذف میشه. 12 بهمن برای همه ماها روزیه که میتونیم ازش درس بگیریم، نگاه بکنیم ببینیم چجوری باید احساساتمون رو کنترل بکنیم. با کوچکترین حرفی، با نمیدونم حرفای احساسی و 4 شعر و 4 داستان و نمیدونم فیلم و بازی و اینا گول نخوریم، فریب نخوریم. و سخته ببینید، رفتن در درون یک چاله، چالهی که دیگران کندن، آسونه، ولی بیرون اومدن ازش بسیار دشواره. وضعیت یه جوری میشه که یه کاری میکنیم که 40 سال بعد باید براش تقاضا پس بدیم. راهش چیه؟ تیسوش. 12 بهمن نمونه روزیست که ما هوشمون رو از دست دادیم، ما به غریزمون توجه نکردیم، ما به حرف چند نفری که زنهار میدادن که آقا مراقب باشید، یک آخوند، یک آدم بی سواد، کم سواد، مرتجع، که اینا موقعی که داشتن حق رأی در واقع زمان محمد رضا شاه پهلوی تصویب میشد، اینا همه اومده بودن شکایت کرده بودن سر اون ماجرای انجمنهای ولایتی و ایالتی و ایالتی، اینا همه اومده بودن اعتراض کرده بودن، همه شاکی شده بودن که آقا زن مگه میشه که نصف بیزه مرد حق زندگی داره، چنین آدمی رو تو بلند کنی بیری ازش نظر مثلا سیاسی بخوای یا شراکت بکنه در اراده سیاسی اجتماعی. اینها بودن، همین آخوندها بودن. اصلا در تخیل و در کابوس هم نمیشد تصور کرد که توی مملکت رو 40-50 سال به یه نقطه‌ای برسونی و دو دستی تقدیم بکنی به یک مشت آخوند مرتجع و در کنارش یک مشت آدم سیبیل کلوفتی که یا آدم کراواتی که اینا دشمنشون آمریکا بود، میخواستن ایران رو از دست آمریکا نجات بدن و بعد همشون بعد پناهنده شدن به این ور اون ور، همه هم به سلامتی تو کشورهای غربی دارن زندگی میکنن. یکی از اون افراد اتفاقا همین الان یادم اومد، محسن سازگارا بود که در ساخت سپاه هم شراکت جدی داشت و الان هم داره نمیدونم تو واشنگتن و کجا بر خوش هست به این کار نه. 12 بهمن به نظر من روزی است که حداقل انتظاری که ملت ایران میتونه داشته باشه از عناصر دستن در کارش، اون کسایی که زنده هستن، اینها باید رسما عذرخواهی بکنن. اگر امروز من که دارم میگم این جدیه، یعنی بحث شخصیه دیگه، من که کارورز سیاسی به معنی چیز نیستم، که به عنوان شهروند دارم میگم، شماها بودید که ما الان اینجا هستیم. وگرنه من 24-25 ساله دلیلی نداشت شهر خودم، شهرستان خودم رو ول کنم، بلنشم بیام آواره این ور اون ور بشم. تو همون انزلی لب آب برای من کفایت میکرد، برای خودم زندگیمونو داشتیم میکردیم. به خاطر خطاها و خیانتهای شما و همدستی شما چپ و اسلامیستا، شماها هستید که امروز ما به این بیچارگی افتادیم. و خیلی عجیبه که چقدر باید یک مغزی و یک شخصیتی پررو باشه که بعد بیاد تازه دفاع بکنه از این ویرانی طلبی و مرگ دوستی و مرگ طلبی. تمام اون چیزی که امروز من تبلیغشو میکنم و پاش هستم اینه، نسل جوان، یک خطاب به نسل جوان، باید درخواست عذرخواهی بکنید از کسانی که دستن در کار بودن و اون کسانی که همراه و همدست خمینی بودن و شدن. اینها باید در برابر اجتماع و در مقابل ملت عذرخواهی بکنن از این ویرانی طلبی و از این همراهی با ویرانی. 12 بهمن رو اتفاقا به نظر من باید بیاد داشته باشیم و بعدها پس از آزادی ایران به عنوان یکی از روزهای سیاه
جشن بگیریمش تا این لکی ننگ پاک بشه از کارنامه ایران. سلام خدمت گزارشگر خوب براتون. خدا وکیلی نگاه به اون رژیم بیشرف وعده چی تبلیغات میکنه. فقط جالبش اونجا به نوشته آب و برق مجانی میشود. مالیات معاملات زمین و ساختمان لغو شد. بعد برای افراد کم درآمد. الان افراد کم درآمد زیر برق و بارو دارن از سرما میلرزن بدون خونه با کم ترین هزینه درآمد فایده پول ون و اجاره هیچی هم ندارن. مالیات هم که هزار برابر شده. این هم زندگی که اومدن سر ما آوردن و الان دارن تبلیغش هم میکنن با پروی تمام بیشرف هم اینه. یه صحنه یه جالب دیگه هم که آزادتون بگم اونجا که این نوشته قهرمانانه جنگیدن بعد بچه های ما خالی بیرون میان بهشون میگن اختشاشگر یه صد آشغال آتیش میزنن بهشون میگن حکم اعدام بشنن بعد اینا با اسلحه اومدن رژیم عوض کردن بهشون گفتن اعتراض. شاهین نجفی شنیدید و دوست عزیز ما شاهین نجفی هم به مراتب کولاک کرد. درود به شرفشون، درود به همه عزیزانی که در راه مبارزه با ایران دست ملا، یعنی ملایایی که دست ایران دستشون افتاده و این دست رو ول نمی کنن. این ملایان به هر حال باید من شما دیگران با قدرت از اینها عبور کنیم و با تمام وجودمون پیروزی ها رو جشن بگیریم. درود بر شما، درود به تمام اهوراییان، جاوید شاه، جاوید خاندان با عزت پهلوی و جاوید پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان و اون تاج همیشه طلاییش. امیدوارم نازنینان خوب درک کرده باشید موضوعاتی رو که دیگه بچهای عزیز جای این نداره، جای تعلل نداره، جای این نداره که شما نازنینان بشینید و هی بگید آقا چرا این یا چرا اون چرا این چرا این. ببینید خوی، شهر خوی و اون منطقه‌ای که زلزله زده و اتفاقا من از اون مسیرها زیاد عبور داشتم و زیاد عبور کردم، قطور اونجا منطقه زلزله خیزی است. بگم برای همه عزیزان من، مردم توی سرمای زیر صفر از بچه کوچیک تا پیرزن و پیرمرد و همه و همه دیدید دیگه تصاویر مردم پخش میشن، هر کسی در توانش هست به این عزیزان کمک کنه به هر شکل ممکن با ممانعت های جمهوری اسلامی. میبینید که حتی آقای کریم باقری جلوش رو گرفتن، حسابش رو بستن، خیلی از عزیزان دیگر رو حساباشون رو بستن. من بارها بهتون گفتم این جمهوری ننگین اسلامی ضد ایرانیه، ضد ایرانیه و برای همین منظور هم شما عزیزان باید کوشش کنید این موجود، این انگل رو از صفحه روزگار ایران اهوراییمان پاک کنید. به زودی هم باید این کار رو انجام بدیم با جدیت، با جمعیت میلیونی کف خیابان و این شرایط رو برای همگان باید آماده بکنه. شما عزیزان جمهوری اسلامی ننگین رو میبینید که علاوه بر این که آیا در خوی این زلزله رو او به وجود آورده یا نه هنوز معماست، اگر هم موهبت خداییشان باشد این زلزله، بسیاری از کشورها اعلام آمادگی کردن که کمک کنن ولی جمهوری اسلامی نذاشته. مردمانی که دارن انجام وظیفه میکنن به نام انسان دوستانه جلوشون رو میگیرن و ورزشکاران، سلبریتی ها و کسانی که میتونن نقش مهمی رو داشته باشن همه اینها جلوشون رو میگیرن. این مردم خونشون به جوش خواهد اومد، این مردم به تمامیت دیگه باورتون و باورشون شده که این جمهوری اسلامی برای کشتن شب چراغ اومده. اصل نوری که میخواد، اون روشنایی که میخواد مردم رو آگاه کنه، این جمهوری اسلامی برای کشتن اون اومده. اون امید رو میخواد از شماها بگیره، میخواد شما رو برده خطاب کنه، برده ببینه، برده تبدیلتون کنه و این برای یک اتفاقه که به هر حال 43 سال
این تطاولی که میکشیم اندرین قفس، یا این محنتی که میکشیم اندرین قفس، تاوان همون ناسپاسی است که 43 سال در باغ کردیم. و ازتون استدعا دارم با جدیت هرچه تمامتر این دزدان غارت پیشه رو، این دزدان جیب بلند رو، این دزدان مانتو پوش رو، این دزدان مذهبی مانتو پوش رو ببینید، بعد از دقیقاً یک سال بچه های عزیز، آقای بنفش اومد و یک افاضاتی فرمودن. ما چاره ای نداریم جز این که نظام جمهوری و اسلامی رو حفظ کنیم، پیش پدرت حفظش میکنیم، شک نکن، پیش اون امامت درستش میکنیم، حفظش میکنیم. یا اون آقای قالیباف که فرشم نمیتونه به بافه، بلدم نیست، میاد و امروز میگه بچا مردم باید جشن بگیریم 22 بهمنه. آخه الاغ، من نمیدونم حالا تو این نشه به الاغ، چون الاغ واقعا حیوان مفیدی است. آخه شما چگونه با چه استدلالی از مردمی که در رنجن، در خونن، در محنتن، در نداریان، در مبارزه با جهل شماها حسن، چگونه اونا رو خطاب میکنید که بیان جشن برقرار کنن؟ البته هستند کسانی که برای شماها ساز و رقص آنگونه خواهند زد و زدن هم تا به امروز، اونها رو ما دور از شما نمیبینیم، ولی اونها هم دیگه متوجه خواهند شد که این قوم به حج رفته باید و باید و باید به دست ایرانی، این قوم به حج رفته به جایگاه اصلیش بره. البته که حجم نرفته، من بارهای این رو میگم چون در مثل است و در شعر. دوستان، یک اتفاقاتی که به هر حال همه ما پیشبینیاش رو هم کرده بودیم، بارها هم ذکر کرده بودیم، این اتفاقات بذارید من اینو بیارم بالا، ثانیه به ثانیه داره ما مردم ایران رو برای عبور از آخوند آگاهمندانه تر و با شکوه تر منسجم کرده و منسجم هم میکنه. شما نگاه کنید در مترویی که به هر حال بعد از فوتبال پرسپولیس، طرفداران فوتبال پرسپولیس میان علی دایی و علی کریمی رو در ایران در بعد از بازی تشویق میکنن، یا در خود استادیوم. این یعنی مرگ آخوند، این یعنی همون چیزی که بهتون گفتم، قطره قطره جمع شد وانگهی دریا شود. نه، قطره قطره جمع شد، حالا شده دریا، میخوایم اقیانوس بشیم و موجی برافراشته بر صخره‌های پوسیده آخوند که با ماسه هم مطابقت نمی کنه، اونها رو از گردونه خارج کنیم. دوستان و تمام عزیزان، خوب توجه کنید به این مطلب. یه فیلمی رو هم براتون بذارم، اینم ببینید، بعد بپردازیم به مطلب بعدی. اینو ببینید بچه ها. سلام علیکم. این سکر از تو پولون ما امروز در آوردیم، اینطوری شده بود. نگاه کنید بچه، پوست سکر رو کندن، باز دوباره مثل قبلی، یعنی فلز بی ارزش آشغالو هیچ ارزشی نداره توش گذاشتن، با پوست سکه تمام پوست رو این بی ارزش طلا گذاشتن تو وکیوم پرس کردن. بله، حالا چون اینترنت من هم یاری نمیده، از همه عزیزان عذرخواهی میکنم. دزدی و دزدها همه و همه راه رو گفتم بازاریا تعیین میکنن. دزدهای درون بازار چرخه گردونه اقتصاد ایران رو میگردونن. دیگه امیر عباس حویدایی نیست که بخواد تورم رو کنترل کنه یا بر اساس تفکرش یه خودکار بیک رو 13 ریال 13 سال 5000 حبس کنه. دیگه بچه های عزیز، از آریا مهر بزرگ که خبری نیست که بگیم مثلا حقوقا رو بده ما بخوریم 6 ماه هم جلوتر بگیریم بعد بریم انقلاب کنیم. نه عزیزان، هیچ اتفاقی
جز بدتر از این نصیب شما نخواهد شد مگر وارد خیابان بشید. هیچ نور امیدی مگر اینکه در خیابان به صورت جمعی وارد بشید و دست این دزدان و چپاولگران و غارتگران و مشتی اراذلی که به نام حامیان اینا هستن رو به قعر چاه جمعگران بسپرید. غیر از این بچه های عزیز، ما باید هنوز هزینه بدیم. بدون تعارف بهتون میگم، بذارید مستقیم روی سخن ما روی افرادی باشه که باید متوجه تر بشن. بهشون بگید این لایف ها رو من حالا سیو میکنم در یوتیوب هم میذارم، عزیزان برید زنگ بزنید به دوستانتون فامیلاتون بگید آقا این لایف ها رو ببینید، لاقل متوجه بشید که داستان چیه. مرگ آخوند اینا میدونید که یک سیستمی هستن، دستاشون از دستای زنان عزیز، نه زنانی که کار میکنن و زنانی که به هر حال خانه نشین هستن، یا زنان یا دختران نازنینی که باید به هر حال توی شغلهای زیبایی هستن مثلا آرایشگاه و تزیین میکنن، به هر حال کارهای زیباسازی، زیبادوستی، دستای لطیف نرمی دارن این آخوندها که از اونها هم بدتره. حالا اینو بهتون بگم که اوضاع رو متوجه تر بشین. عبوری اگر میخواهید بکنید از آخوند، دیگه بچه های عزیز توده‌ای وجود نداره، دیگه کمونیستی وجود نداره. یعنی مردم ایران بهتر از من و شمایی که خارج هستیم ادعای کمونیستی و توده‌ای و تجزیه طلب و مجاهد رو تسویه کردند. یعنی بهتون بگم با جدیت جمهوری اسلامی وقتی منحلش کردیم، همه خوب توجه کنید، وقتی جمهوری اسلامی رو منحل کردیم به زودی، مردم ایران اصلا خیلی به شما کمک خواهند کرد در انتخاب افراد، در نوع شخصیت ها. ببینید این عزیزانی که در هر شکل ممکن دارن تلاش میکنن در خارج از کشور به نام حالا اپوزیسیون، نو اپوزیسیون، اینا رو کار ندارم، این افراد به حق یا غیر حق، اینها کارتون خیلی راحت تر آینده. شما به راحتی از مجاهد و توده‌ای و کمونیست و از این افرادی که به هر حال هنوز سودایی در سر دارن به راحتی عبور خواهید کرد. راه رفراندوم خیلی راحت تر خواهد بود، تبلیغات خیلی راحت تر خواهد بود، موفقیت خیلی راحته. ما الان مشکل اصلیمون عبور از آخونده، آخوندی که باید این جیب گشادش رو با دهان گشادش یکی بدونید. بچه ها یکی بدونید. استدعا میکنم روی این موضوع، مرسی شاپور عزیز خیلی لطف کردی، روی این موضوع خیلی قشنگ زوم کنید. آخوند بچه های عزیز دهانش با جیبش و یه چیز دیگرش هم نمیشه بگم یکیه، هیچ فرقی نمی کنه. آخوند سه تا تشابه واقعا بهتون بگم عجیب داره، یکی زبانش یا همون دهانش، گفتنش، یکی جیبش که حق بازه، و یکی هم یک چیزی دیگه است که حالا خودتون بهتر میدونید. میخوام بهتون بگم این موجوده عجیب الخلقه هیچی در بر نداره، فقط زبانش، حیله‌گره، میشینه فکر میکنه، دقت عمل میکنه و برای انجام کارش هزینه میکنه. از کی؟ از جیب مردم، با یک ترفندهای خاص، زیبا، حق بازانه و با تمام درایتش وارد عمل میشه. شما نگاه کنید، برای کدام زلزله تا به امروز یکی بیاد به من ثابت کنه، انصافا یک نفر به من ثابت کنه برای زلزله، آقا ما زلزله خیز کشورمون شکی درش نیست، تا به امروز اونی که من توی ایران بودم دیدم اون چند تا رو، هیچ، اون رو حساب کنید، اینی که اونو دیگه نمیتونید منکر بشید، اونو من هستم، حافظه خوبی دارم،
اینی که الان باش مواجه هستید و چند سال پیش هم با شرایطی بدتر در مناطق دیگر داشتیمش، مثل سر پل ذهاب پیشتر میرش، مثلا فرض کنید بم و و و و، کدام بار، فقط به من بگید کدام بار، کدام مرتبه جمهوری اسلامی دولت وقتش برای این عزیزان زلزله زده خدمت کرده باشه؟ فقط از جیب مردم. یادتون میاد یا میخواید بهتون یادآوری کنم؟ اگر یادتون میاد خب دیگه طبیعی باید بدونید حافظه ایرانی ها متاسفانه گفتم روی کوتاه مدت زوم کرده، یه جایی باید حرکتش داد، یه جایی باید بهش گفت حرکت کن، حرکت کن، که به هر حال حرکت کنه. ما تو بم دزدی میکردن از برکاتی که به هر حال مردم محبت کردن فرستادن و خارجا. بابا من توی بم بودم، سگای جرمن شیپری رو که برای این عزیزان فرستاده بودن برای جستجوی اجساد دزدیدن. دیگه برسید به حکایت بعدی. چادرهایی که برای این عزیزان فرستادن توی بازار ناصر خسرو و توی بازارهای شهر خودمون هم به وفور فروختن. دروغ نمیگم باهاتون. شما برید، کنسرو فرستاده بودن آمریکایی‌ها و کشورهای دیگه. این کمک ها رو همه رو جمهوری اسلامی و زیر دستانش ابتدا از مرز مربوطه، از زیر سبیل مثلا فرض بفرمایید سپاه و ارتش و بسیج و این، ببین چند تا هم فاکتور هست ها، اینو بهتون بگم، سپاه بسیج، ببینید اینا رو درست کردم فقط فیلتر 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 تا برسن به یه نقطه‌ای که بابا دیگه تهش چیزی نمیمونه که به نصیب تو بشه. اینا به نحو مختلف با اسمهای گوناگون، با تدبیرها و اندیشه های ایدئولوژیکی از راه ورود این مراتب آگاه بودن، دزدی ها رو میکردن، بعد میرسیدن به آخر. من با یکی از این عزیزان یادش بخیر رفتیم بم، این رو به چش خودم دیدم. 3 روز این دوست عزیز ما نخوابیده بود، راننده، من که راننده نبودم، کمکش بودم، همینجوری نشسته بودم، میخواستم بم رو ببینم در موقع زلزله. رفتیم، وقتی رسیدیم اونجا باورتون نمیشه عزیزان من، ما رسیدیم این آدم درستی بود، واقعا آدم درستی بود. اتفاقا از طریق دقیقا جایی حرکت کردن که انبار سپاه محسوب میشد. خب اهدایی ها رو خارجی ها فرستاده بودن به نام سپاه پاسداران، مهر خورده بود که این آقا داشت میبرد. حالا میخوام اینو بهتون بگم دوستان، ما رسیدیم اونجا دیدیم آقا راننده ها همه زدن کنار توی بم. آقا گفت بفرمایید شام، بفرمایید شام، گفتیم سپاس مرسی و فلان اینا، ما خودمون شام داریم. رفتم نگاه کردم دیدم همه کنسروای مربوطه است. گفتم حاجی این کنسروا رو فکر کنم باز کردن دارن میخورن. گفت نه فکر نمی کنم. گفتم بیا ببین. وقتی رفتن دیدن باورش شد، اومد گفت آقا سوراب فکر میکنم چادرا رو هم دزدیدن، بپا این محموله ما رو ندوزن تا ما برسونیمش به مردم. انتظاری از آخوند نداشته باشید، فداتون بشم، اگر هستن کسانی در درون این مقوله مردمی که میخوان کمک کنن، اونا رو هم نمیذارن. دزدی عیان است در جمهوری اسلامی، خودعه عیان است. همونطوری که چند دقیقه پیش براتون از داستان آقای دوست عزیزم شاهین نجفی براتون گذاشتم. دوستان در جمهوری اسلامی دزدی عیان است، هیچ لازم نیست خودتون رو اذیت کنید و دل به امید هیچ تغییری به جز براندازی نبندید. هیچ امیدی به جز تغییر در جمهوری اسلامی نبندید، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خودش ام الدزده، ام الفساده، اصلیت فساد از اوست، اوست که فساد رو ترویج داده. شما نگاه کنید فیلمی براتون هم چند وقت پیش هم گذاشتم، موقعی که حمله کردن اینا ایران رو گرفتن از دست پادشاه عزیز ما و ملی منقلی های بعد از اون،
میخوام اینو بهتون بگم، حمله کردن به کاخهای شاه، قالی هایی که شهبانوی نازنین با تیم میراث فرهنگی اینا رو خریده بودن و در اونجا انباشته شده بود، تصویراتش هست. همه رو بردن، با نیسان بار زدن بردن، نیسان هم قرمز بود، فیلمش هست. دوستان اینا به نام دین وارد شدن، همونطوری که شاهین نجفی عزیز گفت، به نام دین وارد شدن و به نام دین هم بر من و شماها غلبه کردن و به نام دین هم همه ما رو خواهند کشت اگر نجنبیم. به نام دین بهترین نازنینان شما رو چند روز پیش بالای دار بردن. ببینید جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه دیگه نداره. اگر هنوز منتظر هستید که از این لاش مرده که 43 ساله، یه مثال براتون زدم، در کدام یک از دوره‌های خوبشون تا بعدشون به قول خودشون، کدام دوره زلزله خداییش هم تو همشون داشتیم، کدام یکی از اینها در کدام دوره از اینها، کدام شهر از موهبت دولت وقت برخوردار شد برای کسایی که زلزله سیل، کدام یک از عزیزان؟ بچه ها هوشیار باشید، وقت عمل کردن به پایانی است که همتون منتظرید. یه چیز خوبی که همه ما و همه شما درش الان سهم شدید اینه که خداییش بهتون بگم، همه ما از ایران تا اینجا تا جاهای دیگه تا اونور قاره خلق خدا، همه ما بلا استثناء در براندازی شراکت داریم، سهیم هستیم، هم عقیده هستیم. و جالبه همه ما هم باید کوشش کنیم تا از صد این موجودات بالقوه بگذریم. عزیزان یک تلنگر بود، یک تشویق شد مردمانی که اومدن، یک تشویقی هم شد کسانی که به هر حال با پادشاه عزیز ما و با ایران، اصلا با ایران مخالف هستن. ببینید من یه مثال براتون بزنم، خیلی جالبه، بسیار حائز اهمیت. الان میگن چرا سهراب باز میره روی این افراد. دوستان اگر حواستون باشه، مجاهدین ناخلق از گود زمانی به کلیت خارج شدن که پادشاه عزیز ما علی حضرت رضا شاه دوم نظر خودش رو در تلویزیون مناتو با خانم ایکس و بیان مطلبی که شما نازنینان شنیدید، همه آگاه مندانه پاسخی داد که نظرش در مورد مجاهدین خلق و مجاهدین خلق تمام شدن. همون شب در اصل واژه اصلیت خودشون رو بالکل از دست دادن. علت به خاطر اینکه این قوم برادرکش، این قوم وطن و هموطن کش و برباده در یک پیام 10 ماده‌ای جدیدن مریم قجری بعد از سخنرانی اعلی حضرت رضا شاه دوم که تودهنی بزرگی بود بر همه اخشاری که به ایران نمی اندیشن جز مقام خودشون، خوب توجه کنید، به ایران تنها چیزی که نمی اندیشن مجاهدین به ایرانه، چون اگر می اندیشینن با صدام یکی نمی شدن. به ایرانی نمی اندیشند به خاطر این که الان براتون عرض می کنم، کردهایی هستن که به هر حال پان کردن و به هر حال همه تون هم اسماشون رو شنیدید، عده بسیار قلیلی هم هستن. مغز فندق اینقدر نیست، اینقدر فندقی مغز مندازی پشکل فندق حیفه. خب این
شخصیت های تجزیه طلبی که از کردهای عزیزمون جداشون کنی، کردهای عزیز ما همه وطن پرستی در وجودشونه و چقدر هم از همه اینایی که میخوان تلاش کنن جلوشون میسن و سبقت گرفتن و تو دنیا بزرگی هم بهشون زدن. همین پانترک هایی که خوب بچه های عزیز خوب توجه کنید، همین پانترک هایی که دخالت در امر ملوکانه تفکر ایرانی، مرد ایرانی، زن ایرانی، بچه ایرانی، فرد ایرانی میخوان داشته باشن و به نامی میخوان بگن آقا مثلا ما میخوایم تجزیه داشته باشیم و فئودالیستی باشیم و به نام اینکه مثلا ما بشیم اصلا جدا، هر استانی خودش یک پرچم داشته باشه، ایالتی باشه، بیاد زیر سلطه یک مرکزیت و علم و بله. خوب توجه کنید شاهزاده عزیز اعلی حضرت رضا شاه دوم توی سخنرانیش با مصاحبهش با شبکه من و تو که بارها هم در ادارات دیگرش هم بیان کرده بود، در شبکه من و تو یه جمله ای رو فرمودن که خیلی ها دیگه باید به نوعی متوجه اوضاع شده باشن. وکیل شد، بله وکیلی بود و وکیل هم شد برای مردم، اما مردمی که در حال واحد، مردمی که در حال واحد پای صحبت اعلی حضرت نشستن و گوش دادن و دشمنان هم نشستن و گوش، خود خامنه ای فکر کنم بخش مستقیم نفر اول بود، نشست و گوش داد و مریم قجری و دیگران، در اونجا از چند اصل نام برد، یکیش تجزیه ایران. اگر کسی به خاک ایران به هر چشم داشتی یک وجب میدونید دیگه چی، چون پدرش هم همینطور بود، پدر بزرگش هم همینطور، یک وجب از خاک ایران در مد نظرش باشه برای تجزیه، گفت من با هیچ کس تعارفی ندارم و با جدیت تمام جلوی این وحوش خواهم ایستاد. بله وحوش علت داره. از اون شب مجاهدین ناخلق که به سرکردگی مریم قجری، اون مسعود قجری که خودش رو کتمان کرده که به هر حال یه چند تا عجب وجب رو جلو میفرسته که حرف بزنن، حالا گوش بدیم، مثل ابریشمچی شوهر اول مریم و خود مریم و علو و بره. ببینید خوب گوش بدید، این خیلی مهمه، فدایتون بشم، این مهمه. مجاهدین بعد از اینکه ضربه بسیار بدی در اون مصاحبه خوردن و مردم ایران در کلام اعلی حضرت صداقت رو دیدن و انتخاب تفکر مجاهدین رو به آینده سپرد، به مردم خودمون سپرد و مردم هم خداییش بعد از اون جریان وکالت میدهیم و داستانها سنگ تموم گذاشتن، یه اتفاق جالب افتاد. اینجا بود که دشمنانتون رو دیگه باید خوب بشناسید. اگر کسای هنوز یکم چجوری بگم اینجوری پشت، نمیخوام جای دیگه رو بگم، پشت گردنشون میخاره، گوش بدید. مریم قجری یه ده مادر رو عبور در مقابل فرمایشات اعلی حضرت رضا شاه دوم بیان کرد و نماز جماعت هم برگزار کرد با لباس سفید، بقیه زرد، روسری قرمز، این روسری سفید، حالا مثل این تاید تبلیغ تاید برف بود دیگه. اومد یه جمله ای رو در این ده بند گنجوند، نه تاش تقریبا همه چیزی بود که همه میخوان، یکیش این بود. اگه گفتی چی بود بچه ها؟ این بود که این جرموفه، این شخصیتی که شما به نام مریم قجری برای نماد اینها و این بی ارزشان میشناسید، این جرثومه عجیب، میدونید چی فرمودند؟ من میگم فرمودند که متوجه بشن خودشون. این شخصیت اعلام کرد، خوب توجه کنید، ما کسانی که برای آینده ایران و حس، خوب گوش بدید، حس جدایی از ایران و پرچم جداگانه یعنی تجزیه رو در ذهن دارن، مثل کردای عزیز
به زبان او، ما از هر جدایی که جدایی طلبانه که زیر یک پرچم باشن ولی هر کس پرچم خودش رو داشته باشه مثل آمریکا، ما چیکار میکنیم؟ حمایت میکنیم. یعنی مریم غجری راهی دیگه جز این نداشت برای جذب مشتری، نیرو، و این جذب رو بایستی انجام میده. تا جایی که یه پستی، یه پیجی بود در اینستاگرام چشم منم گرفت، دیدم که یه سری عکس‌های پرنسس یاسمین رو گذاشته و برای به هر حال برهم زدن اوضاع ما و مردم ایران و بدنام کردن خاندان پهلوی و و و داستان‌های اینگونه‌ای، یه سری خزعبلاتی که همیشه خودشون از درون خودشون شامل حالشون هست. بچه‌های عزیز نازنین، این افراد، همین افراد، این افراد بچه‌های عزیز خودشون، اگر بخواید برید زیر سوال میدونید که این زن اونو میگیره، اون نمیدونم خواهر اونو گرفته، این نمیدونم چی، آقای چی، این طلاق میده اون میگیره. خود مریم قجری 3 بار، حالا ابریشم جیب میده به مریم قجری رو میده به شخصیتی مثل اینو، فکر میکنن مثل آخوند همه تفکرشون از کمر به پایینه. خدا میدونه توی این مجموعه ایدئولوژیکی بسته اشرف چه جنایت هایی شد که حالا ما کار به اون موضوعاتش هم نداریم. یه شبم باید صدای خود پسر مسعود قجری رو براتون بذارم، همون کوچولویی که دست لاجوردی هست زمانی که مادرش رو میکشن. این بعدن به دست مسعود میرسه، این بچه بزرگ میشه و امروزه به نام مصطفی، اسم اصلی چیزی دیگه است، مصطفی میاد و در عرصه مجاهدین شرکت میکنه، عکس میگیره، یه مدت در همون کمپ لیبرتی و امثال هم بوده و خلاصه یه لایوی ازش بیرون اومده، یه صدایی، البته صدا، یه فایلی اومده بیرون که امیدوارم ایرج مصداقی هم پخشش کرده و بسیار شنیدنیه. حالا بعدم میزنه، میخوام اینو بهتون بگم، اینا برای ترویج و اختلاف یک ستونایی دارن. من روزی که این داستان نمیدونم هکر امام علی اومد، از اسمش مشخص بود که مال مجاهدین ناخلقه. امام علی چیه؟ هکر کجا؟ این چیزا چیه؟ از خود جمهوری اسلامیه. برای تفکیک فکر ما که برای مبارزه هستیم بپیچونه جای دیگه، زندان اوین و داستانها رو خودتون میاد. اما میخوام اینو بهتون بگم در جمع، دوستان، مردم درون ایران از اینا عبور کردن. حالا هی بیاید تهمت بزنید، اسم بدید، نمیدونم عکس کی رو بذارید پیش کی یا عکس کی رو بذارید برای نماد تخریب، اینا بالا دهه 60 و 50 و 40 آقای مجاهد ناخلق، آقای مراتبی که خودتون با هم دیدید، باور کنید خیلیاتون دیدید این مسئله رو، واقعا بهتون میگم دیدید. خب این دوستایتون فکر میکنم خیلی تحریک شدی، چون انگوش کردم توی لونه مجاهدین یا هکراتون، یا توی انگوش کردم توی مثلا بیت رهبری، ها؟ خیلی اذیت شدی؟ ها؟ اگه اذیت شدی تو برات بگم که ما برای اذیت کردن شماها اومدیم، حالا با قیافه یا بی قیافه. اتفاقا دقیقا من برای این موضوع اومدم. ریشه شما ریشه پوسیده است با دروغ، خدعه، نیرنگ، سفسطه. شما برادران دینی خمینی بودید، شما آورنده خمینی بودید. اتفاقا بهت بگم آن دوست عزیزی که پینت کردم، روزایی که شماها باهاش درگیری در کمپ لیبرتی و کمپ اشرف بود و داستانهای از این قرار، خیلی مسائل رو پیچیده تر کرد و از اون آدمها، آدمهای جوانی بیرون اومدن که حق زندگی داشتن. برید تاریخشون رو بخونید، برید صحبتهاشون رو بشینید گوش بدید. حیف ما اینه که میدونی چیه، مردم ما همه دنبال آزادی هم،
اما این همه عشق رو من در بین مردم که میبینم، امیدوارم که آگاهی هم توأم باشه. یعنی چی؟ همین شمایی رو که پین کردم خوب گوش بده. در لیبرتی و داستانهای قبل از آمدن حتی جمهوری اسلامی، خوب توجه کن، خمینی رو اصلا مطرح نبود، شما علم کردید. وطن فروشانی که در مقابل شاهنشاه به نام خیانت به ایران و ایرانی با بیگانگان دست به آغوش شدید. به قول شاهین نجفی مطلب بسیار جالبی گفت، بسیار خیلی زیبا گفت، حتی مطلبی رو که بسیار میترسیدن بیان کرد. شما انقلابتون دزدیده نشد، خوب گوش بده، شما انقلابتون دزدیده نشد، شما در اصل رکب خوردید از شریکتان، دزدتان و اونایی که به شما قول داده بودن آورده بودن. شما رکب خوردید، رکب خوردید از اصل قضیه. کسی که هم عقیده است با امام علی و امام حسین و محرم و بابا، شما اینقدر غرق در تصورات اشتباه هستید، من براتون پخشش خواهم کرد چند روز دیگه. مریم قجری میاد میگه، خوب گوش بدید، مریم قجری میاد میگه امام حسین، نمیگه دیگه، میگه پیغمبر حسین پیغمبره. یعنی دیگه ببینید، بهتون بگم، اینقدر توهم اینا رو بار کرده که حسین رو پیغمبر کردن. حالا نمیدونیم از ارقام اماما کم کنیم، به ارقام پیغمبرها اضافه کنیم، یا اونا رو بالعکس انجام بدیم. حالا شمایی که این مطلبم نوشتی، اینو بهت بگم، به زودی من برش داشتم، به زودی در ایران جاودان ما بهت ثابت خواهیم کرد تاج چیست و تاجدار کیست. مردمی که با اشتیاق، اشتیاق وافر برای براندازی آماده شدن اومدن کف خیابان، اون روز به حساب خواهم کرد. مجاهدی که بره پول بده یه آقایی رو مثلا از اون بره کشور ببره روز جمعه، ببره مثلا در سیستان و بلوچستان در زاهدان، بهش بگه آقا مثلا یه تابلوی درست کن و تو هم اعلام کن، خوب گوش بده، تو هم اعلام کن که مثلا نه سلطنت میخوایم، نه شاه میخوایم، نه نمیدونم، فقط مریم قجری میخوایم، با چادرم میخوایم و حتما هم روسریش قرمز باید باشه، غیر این اصلا ما تشویق نمی کنیم. اینا یادتون باشه، اینا مهمه. حالا یه چیز مهمتر بهتون بگم، شما مگر مدعی نیستید که زن، زندگی، آزادی؟ این سوال رو من شخصا برای اولین بار اینجا ازتون میکنم. شما مجاهدین ناخلق معتقدید که زن، زندگی، آزادی. اگر غیر از اینه، ما میگیم، ما که اعتقاد داریم زن، زندگی، آزادی. حالا من یه سوال ازتون دارم، کل دنیا، حتی مادر بزرگا، خواننده ها، کارنده ها، سلیبریتی های خارجی، دیگران، جدی دارم بهتون میگم، هیچ وقت به این موضوع فکر کردید؟ ای به نازمت سهراب، یه کارهایی میکنید وقتی من به خودم میبالم بعضی اوقات. اینو گوش بدید، بذارید من این پیج رو هم بیارم بالا که این آقای نخود مغزم داشته باشیم. دوستان خوب توجه کنید، مگر شعار مشترک همه ما زن، زندگی، آزادی نبوده؟ اگر غیر از اینه بنویسید. من سوالم از مجاهدین ناخلق و اتفاقا از سرکرده اونها مریم قجری یک چیزه. شما دیدید همه دنیا از این شعار استقبال کردن، تمام سلیبریتی ها، خواننده های مختلف دنیا، کوچیک و بزرگ، دیدید اومدن زنانشون موها رو آوردن بیرون و قیچی کردن جلوی تصویر. غیر از اینه بچه ها، من یه سوال دارم، شما به عنوان رئیس جمهور این خلق مجاهد و شکلات های علی حسابتون،
انصافاً چرا مریم خجری یه حرکت نمادین، آقا نمیخواد نمادین انجام نداد؟ این براتون سوال نیست؟ جدا میگم آقا این برای شماها سوال نیست؟ چرا آقا اصلا نمیخواد موهاشو کوتاه کنه؟ چرا روسریشو نمیتونست برداره؟ انصافا بهش فکر کردید بچهای عزیز؟ همین مریم قجری و گروهک تروریستیش، انصافا آقا یه 10 دقیقه به خودتون فکر کنید، مثلا چی میشد این خانم هم میومد آقا روسریشو بر میداشت، آقا روسریشو بر نمیداشت، زیر روسریش اون موها رو، بابا مادر نازنین ستار بهشتی با اون موی سفید ارزشمندش اومد روسری رو برداشت، تو نتونستی لچکتو برداری؟ انصافا ما پادشاهی خواهان که تکلیفمون همه روشنه، هممون روشنه آقا، بدون تعارف بهتون بگم. حالا شما هی بشینید سفسطه ببافید کی زن کیو، ببینید دقیقا بهتون بگم، جمهوری اسلامی یک کارخونه فریب و نیرنگ سازیه. درود دختر عزیزم، من شما رو پین کردم، اسمتونم یادم رفته ولی کن بهتون افتخار میکنم، اگر اشتباه نکنم الی عزیز، بعد بانو الی عزیز بهتون افتخار میکنم عزیزم، خیلی هم لطف کردید دختر عزیزم، خواهر عزیزم، بهتون واقعا افتخار میکنم. به هر حال میخوام بهتون بگم یعنی توی این مجموعه شماها دو نفر نبود موهاشون رو کوتاه کنن، دو نفر نبود این روسریاشون رو در بیارن؟ براتون سوال نیست؟ آقا ما پادشاهی خواه، آقا چیزی که ما برای پنهان نداریم، اینی بودیم که هستیم، الانم نه 43 ساله با پشت‌دستی روی پوز شما ها زدیم که این مونده ازتون. وقتی خانم شاد، نمیدونم کیه شاد، کیه شادی کی؟ بچه‌ای عزیز یادم بیارین، این فمینیست رو میگم، این خانمی که چند شب پیشم براتون گفتم، این خانم وقتی اومد صحبت کرد، خب براتون توضیح دادم، ما پادشاهی خواهان رو میدونی چی خطاب کرد؟ این جمله شو بگم، آقای رضا پهلوی بیا این گله تو خیابون بلند بردار جمع کن، که اینا نمیذارن حتی ما در گرد همایی ها. بله شادی امین، ای رحمت امواتت پسر خوب، مرسی عزیزم، شادی امین یا اون موجود مزخرف، باور کنین این کرده، بچه های کردستان من یه پیشنهاد بهتون دارم، انصافا یه لکه های ننگی توی کردستان به نام کرد دارن تبلیغاتی میکنن که خداییش از خجالتشون باید شما در بیایید. مرسی بان لیلی عزیز، لیلی عزیز یادم میره، جدی بهتون بگم بچه، یه آقای به نام هومن یا همن این آقای همن دست به دست خانم شادی امین میده و میاد با این ادبیات میگه آقای رضا پهلوی بیا این گلت رو توی خیابون. نه من بهتون بگم چه اتفاقی افتاده، خانم شادی امین، آقای همن، فامیلش هم اگر از اون بگم، ما در اصل پاکترین مخالف شاهنشاه، مخالف هومن سیدی، آفرین، همنه، نه هومن نیست، همنه، همن سیدی، در از پاکترین مخالف جمهوری اسلامی ما پادشاهی خواهانیم، برید تحقیق کنید. و جالبه اینو دیگه اصلا من باور کنید وقتی بهش میرسم خیلی عجیبم میگیره، هنوز خیلی ها دنبال اینن که شاهزاده چه هدفی داره، تنها شخصیتی که مخالف 100% و 40 اندی ساله جمهوری اسلامی خود اعلی حضرت رضا شاه دوم، 43 سال حکومتش اومده آخوند، ایشون از سال 1340 با ایشون مخالف هستن، با این حکومت، این نوع حکومت، این همنه سیدی که تجزیه طلبه، خوبه چه اتفاقی بیفته؟ رفته دست به دست مجاهد ناخلق داده،
جدیدن. چرا؟ چون مجاهد لاخلق یعنی مریم غجری جز ده بند اصول تفکری ایدئولوژیک مجاهدین خلق، خوب توجه کنید، بله، جزء اصول تفکری جدید مجاهدین ناخلق یکیش یک بند داره، همین بنده که همین سیدی و مخالفین شاهزاده عزیز و یک پارچگی مملکت عزیز ما بهش رأی میدن، یعنی به خیال خام خودشون اتحادی رو بر علیه مردم ایران و تفکر یک پارچگی ایران توسط پادشاه عزیز ما در مصاحبه آخر و مصاحبه های دیگر، اینا اومدن روبروی قضیه. خیلی جالبه، هر که بارها بهتون گفتم، هر که با آل پهلوی در افتاد در اصل ور افتاد، اینو بارها بهتون گفتم، این سخن از یه امام گرانقدریست به نام قال سهراب علیه السلام. و جالبه بهتون بگم بچه ها، جالبه بهتون بگم، جمهوری ننگین اسلامی و مجاهدین ناخلق که از ابتدا ما ساز میزنیم که بابا اینا برادرن، اینا خواهرن، اینا با هم یکی هستن، اینا اصلا دارن فیلم بازی میکنن، این آقایون ایکس و ایگری که بعدها شناسنامه هاشون بیشتر برای شماها باز خواهد شد، خوب گوش بدید، برای شماها باز خواهد شد، اینا رو بهتر خواهید شنید در آینده ایران. این دوست عزیزمون، بذارید من پاسخ این شخص رو هم بدم، زشته بعضی مواقع سخن بسیار است و این عزیز هم محبت فرمودن یه پیام گذاشته، میدیدن دو داشت ما خیلی از این حرف ها شنیدیم که یه پیریزی مهم. به دوست عزیز من، الان خودت تو آینه نگاه کن، این حرف ها برای شما ممکنه لازم نباشه ولی برای بخشی از جامعه لازمه، برای مبارزینی که اینجا همدیگر رو میشناسیم لازمه. یه چیزی بهتون بگم دوست عزیز، اگر میخوای واقعیت رو بدونی که انقلاب واقعی اون روزیست که جنابالی بدون اما و اگر وقتی بچه ها تو کف خیابون اومدن تو هم حضور داشته باشی، نه تو تنها، خانوادگی حضور داشته باشید، جمعیت رو بالا ببری تا به نحوی بشه که هیچ کس نتونه از شما کردیت بگیره، یعنی جمعیت کمتر مصادف است با همین خیزش هایی که شما دیدید. ما جمعیتمون باید متحد یک جا و به صورت منسجم در خیابان باشه، منسجم، و این خوشبختانه احتیاج داشت. من روزی که اومدم برای عزیزانی که حالا بهتر ما رو میشناسن یه مبحثی رو باز کردم، اعتصاب یه بخشیست، یک بخشی دیگرش اعتراضاته، بخشی دیگرش حکومت نظامیه، یا اینکه جامعه آخوندی متقابلا باید بیاد پاسخ شما رو بده. همه اینا اتفاق افتاد. الان هم چند شبه من شما رو دارم میگم، همه عزیزان رو هم گفتم و باز هم میگم، راه فقط الان تنها چیزی که مونده یک اتفاق معجزه آسا که همه زمینه هاش آمدنه، همه زمینه هاش محیاس برای آمدن. اون اتفاق در کدوم شهر و کی رقم خواهد خورد دیگه خودتان میدونید، اما اگر رقم بخوره باید میلیونی بیاید. دو، این اتفاقات زمینه هاش، پایه هاش، ریشه هاش، ریشه های قوی شده. ابتدا من بارها بهتون گفتم در خارج از ایران، من میخواستم پاسخ اون خانم امین رو بدم به یک شکلی دیگه. ببینید بچه هایی که در خارج هستن و بچه های عزیزی اگر محبت بفرمایند که اگر مثلا 30 سال 40 سال در خارج از کشور هستن توی لایو هستن، در تصدیق حرف من یا رد حرف من یک جمله بنویسن بعد از عرایزم. ببینید خانم امین، خانم شادی امین، آقای همنه سیدی، از اینکه شما مخالف شاهزاده هستید یا باشید یا ایرانی و حتی به فکر تجزیه ایران هم هستید، ما هیچ گونه برامون نه ارزش داره نه مهمه. خوب گوش بدید تجزیه طلبا مجاهدین،
مردم درون ایران تکلیف شما رو روشن کردن، مونده این مردم عزیزی که در خارج هستن هنوز فکر میکنن شما عددی هستید. اما جالبش بهتون بگم، خوب گوش بدید، در پاسخ این افراد که چرا باید اعلی حضرت بیاد طرفدارانشون بگه آقا بکشید بیرون، حالا شاهزاده عزیز به هیچ کس نگفته برید توهین کنید. شاهزاده عزیز همیشه بهتون گفتم شاه کلیمیه، شاه دکتر، شاه معذرت میخوام، من بی سواد سفور یا به هر حال نظافت چیه، من فکر کنید، و شاه همه اقشار جامعه برانداز و همه افرادی است که ضد برای ایران ضد آخوند هستن، شاه کلیمی، شاه مسیحی، شاه عزیزان بهتون بگم مسلمون سنی مذهبی دیگه، شاه تفکر فمینیستی، شاه یک سمبل ایرانه. یکی که بهتون بگم در انتخابی با کی صحبت بکنه و نکنه، این شاهه، گفتم مال همه است، متعلق به همه اقشار جامعه ایرانی است. اما نمیتونید شما بگید این طرفداران، نه، اینا طرفدار ملی مذهبی نیستن، اینا طرفداران ملی هستن که شما یاوه سرایان فمینیست هایی که به اصطلاح فمینیست هستید اما با جمهوری اسلامی دستتون توی آن کار دیگر است، شما از همین بگیرید تا الی ماشاءالله تزیه طلب دیگه، همتون خانم شادی و دیگران خوب بدونید اینایی که شماها دارید میگید بیاید جمعشون کنید، نمیذارن با ما بریم در خیابان مثلا بخوایم تظاهرات کنیم و فلان کنیم و پرچم تجدید طلبی بیاریم و بیرون و علب و بله، آقایون خانم های عزیزی که سن و سالتون قبلتر میخوره، خواهش میکنم گوش بدید، اگر کسی هست 30-40 ساله در خارجه، اوائلی که شاهنشاه از اینجا کوچ میکنه، از ایران کوچ میکنه و وارد کشورهای مختلف میشه و آوارگی رو تجربه میکنه، تمام افرادی که در خارج هستن، خوب بفهم گوش بدید، تمام افرادی که در خارج هستن میترسیدن حتی پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان رو بیارن توی مثلا آلمان نشون بدن. برید بپرسید، جرأت این که بگن مثلا ما شاه دوست بودیم رو نداشتن. خیلی ها هنوز هم میترسن، دوستانی من دارم، هم خودم دارم، درون شماها هستن، اتفاقا خیلی هم پادشاهی دوستن، به منم کمک کردن، میترسن اسم پادشاهی رو مثلا طرفداری رو میارن، ولی وقتی میخوان بیان صحبت کنن میترسن. چرا؟ اون موقع ببین چجوری بودن، حالا ببین چجوریه. چرا؟ چون با اون فرهنگ بزرگ شدن. اما این عزیزان بچه هاشون بزرگ شدن، خودشون هم تغییر کردن، درون کشور رو دیدن بابا مردم پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان رو میارن به احتزاز در میارن، مردم توی پاسارگاد شیر و خورشید نشان نشون میدن، مردم منوچهر بختیاری توی کنار خلیج همیشه فارس اومد شیر و خورشید رو نشون داد. بله بله، من شما رو گذاشتم آقای آرش، درسته؟ بله آرش. ما اون موقع، شما جاسوسان خانم شادی امین و امثال هم، حالا مرد هستی زن هستی رو کار ندارم، اون منطقه خاص خودت، اون موقع شما دست برد داشتی، جمهوری اسلامی لابیاش توی تمام کشورها بود، جاسوسانش هنوز هم هستن، راپورت میدادید، پولم میدادید، مثل زنده یاد فریدون فرخزاد، مثل بسیاری از عزیزان رو اعدام میکردید، میکشید، ترور میکردید. ولیکن امروز این پاسخ نیمی، نه یک دهم پاسخ اون داستانه. چی نوشتی؟ من متوجه نشدم. ما خودمون میدونیم شاه همه دلتان بودن. اینا رو اگر میدونی برادرم، بقیهش هم باید بدونی دوست عزیزی که پینت الان میکنن. خودتو خسته نکن عزیز دل، شمایی که الان گذاشتم آقای علی، تو که اینو میدونی پس بقیهش هم دیگه خواهی دونست، اگر نمیدونی خیلی عقبی، تو استاد منی الان و این جمله‌ای که نوشتی احتیاج نداره که من بگم، توی لایف بزن قشنگ همه هم میگم
ببینن اگر واقعا چیزی میدونی باید بیان کنی. خودتو خسته نکن عزیز دلم. همین بچه های عزیز که میبینید امروز پرچم شما رو به نام تجزیه طلب میزنن تو دهنتون، اون دوران 1357 بعده که پادشاه آواره، خاندان پهلوی آواره، شما کرکر میخندیدید، توی کشور شاه فوت میکنه، شما با خامنه ای و خمینی و عمال آخوند مفتخورانی که خودتون میشناسید دست به شیرینی پخش کردن داشتید. متوجه شدید؟ پس بنابراین خورده نگیرید. چیزی که عوض داره گله نداره. الان خانم شادی، خانم های مخالف و آقایون مخالف، حالا شمایی که ادعا میکنید مخالف پادشاهی هم هستید و به نوعی شاهزاده عزیز رو مخاطب قرار میدید، نه، شاهزاده وکالت همه اقشار بهش دادن. لزومن هم بهتون بگم هر کسی به شاهزاده عزیز وکالت داده دلیل برای نیست که پادشاهی دوسته. نه، پادشاه ما سمبل حفظ و رکن اساسی حفظ مملکت، تمام شد. خوب گوش دادید عزیزان؟ پادشاه ما مانندش رو ندارید. لزومن هر کسی که میاد میگه من وکالت میدهم دلیلش این نیست که بگید مثلا پادشاهی خواهه، ممکنه جمهوری خواه باشه در آینده، هیچ فرقی برای ما نمیکنه. نوع حکومت بعدها مشخص میشه، اونم توسط مردم. متوجه شدید عزیزان؟ حالا میگذریم، چون ما خودمون میدونیم ما تکلیفمون روشنه عزیزان، اینو بارها بهتون گفتم، غیر از این که نیست. پادشاهی خواهان از هیچی نترسید و نمیترسیم، دست برد با ما بوده و هست و خواهد بود. گفتم ابتدایی ترین مخالف جمهوری اسلامی ما بودیم، ما پادشاهی خواهان بودیم و جالبه همه ما از ابتدا تا به الان با همه اقشار طبق انجام وظیفه در کنار پادشاهمون حرکتمون رو درست انجام بدهیم. متوجه شدید عزیزان؟ این اتفاق روزش رسیده دیگه، روزش رسیده دیگه. بچه ها نمیتونید سر مردم ما، کسی نمیتونه کلاه بذاره به هیچ وجه ممکن. مردمی که آگاه هستند دیگه نمیتونید کلاه بذارید سرشون. مردمی که در درون ایران هستند، شما نگاه کنید، یک موجی به راه انداخته بودن همین دو سه روزه با شبکه هکری، نمیدونم امام علی، دست علی، یه چیزی اینجوری هست، عدل علی. این عدل علی یعنی مجاهد خلق، این عدل علی یعنی خود جمهوری اسلامی، این عدل علی یعنی مخالفین پادشاهی ایران. این عدل علی از اسمش مشخصه، یعنی مخالفت با ضد، خوب توجه کنید، سکولاریسم و دموکراسی در ایران. این عدل علی یعنی همین چیزی که سالهاست هممون داریم گوش میدیم از جمهوری اسلامی، از همه دیکته‌هاش رو شنیدیم و دیدیم و خواهیم دید. پس بنابراین بارها بهتون گفتم، الانم بهتون میگم، اتفاقا خوشحال باشید همه عزیزان، تمام مخالفین یک جا بشن، مشخص بشن، برن اتفاقا پتیشنشون هم امضا بکنن. شما عزیزان دیگه الان تو فکر برای گذر از جمهوری اسلامی، گذار از جمهوری اسلامی باید فکر کنید. ببینید یک گام ما باید جلوتر باشیم. از چی بترسیم؟ از چی نگران بشیم؟ از رفراندوم آینده ما میترسیم؟ نه خیر. حتی اگر رفراندوم آینده دیگران ببرن ما سر تعظیم میاریم، ولی قانونی با حضور ناظران بین المللی. ما عاشقان ایران هستیم، پادشاهی رو دوست داریم و سیستم پادشاهی باید متین باشه، گذشت داشته باشه. فرهنگ ترویج تفکر پادشاهان درست ایران ساز رو برای دیگران شرح بدم. ما امروز باید در کنار مردم خوی باشیم، زلزله زده خوی. ما شانس، بهتون گفتم همه چیز با هم تبانی کرد، تاریخ
تکرار شد. تاریخ دست تکرار خودش رو رو کرد. عجیبه 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 این تکرار تاریخ همه ما رو به تأمل واداشته. تکرار تاریخ همه ما رو در واژگان عجیبی به تأمل واداشته. شما دقیقاً بچه‌های عزیز وقتی یه کسی میگه وکالت میدم به پادشاه عزیز، چقدر شما خوشحال میشی؟ به همون اندازه خامنه ای و تیم مجاهد و امثال هم ناراحت میشن، ده برابرش ناراحت میشن. شما نگاه کنید، باور کنید، همه عزیزانی که نوشتن وکالت میدیم برای تلویزیون رو نوشته فرستادن ارسال کردن، از آماری که جمهوری اسلامی تو پتیشن نمیذاره هی کمش میکنه بیشتره. ببینید تاریخ مدیون پهلوی هاست. تاریخ ایران یک برگ زرین رو جا گذاشته بچه های عزیز. تاریخ ایران و ایرانی برگ طلاییش جا مونده. برگ برنده و اصلی ما جا مونده. ملتی که هنوز در تشخیص محمد رضا شاه اهورایی به اشتباه او رو میکشونن بدون تحقیق نظر میده، اون ملت محکوم به فناست. امروز شما نازنینان دیگه دارید آگاه مندانه تر هم برخورد میکنید، هم رفتار میکنید، هم عملگرایی رو میکنید. از این تاریخ که برای شما اسمش رو گذاشتم ساعات ملکوتی، خواهش میکنم عزیزان توجه کنید، ساعات ملکوتی که برای شماها رقم خورده، سعی کنید درش نفش داشته باشید. بانو ویدای عزیزم درود بر شما. سنگ تموم بذارید، وقت بذارید، در هر جز جز این مطلب کارشکنی نکنید، دخالت کنید، دخالت کنید، چون فردای آزادی. این 22 بهمن رو باید عزا بگیره جمهوری اسلامی، نه جشن که میگیره. همین الانی که شما ها نازنینان میگید، اسفندیار عزیزم نوشته در اصفهان و شهرهای دیگه صدای براندازی داره وارد عرصه میشه. هیچ کشوری موفق نمیشه مگر روی سرمایه‌های خودش حساب کنه، نه بیگانه. اون بیگانه در مرحله دوم، سوم و انتهاییه. کشوری مثل ایران انقدر دلیر و شیرمرد داره که روی ساعد دستش چی زده بود؟ پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان. برای براندازی وارد صحنه میشین به زودی. بارها بهتون گفتم غرور ملیتون حرکتتون خواهد داد، شکوه ملیتون شما رو سوق میده به خیابان ها. بله تازه خیلی ها به قول دوست عزیزم نمیدونستن چجوری باید رأی بدن. خیلی از عزیزان این بار به خیابان میان، تشریح کردم براتون در لایو های قبلی. بذارید من یه فیلتر شکنی رو یکی از عزیزانم برای من فرستادن. این دوست عزیزم میگه من ببینم میتونم اینو، حالا اگر شد برای من بگید، من میذارم برای عزیزان هم ببینم. سرمایه های ملیتون رو، بله این دوست عزیزم خوب اشاره کرد، من که چند شب پیش بدون گفتم جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه نداره. بچه ها باید بودجه ای رو که قول داده به نیروهای نیابتیش، نه به مردم، توجه کنید. جمهوری اسلامی به خرس الله قول داده، به یمنی ها قول داده، به نیروهای نیابتیش در سرتاسر خاورمیانه قول داده، به فلسطینی ها قول داده، به لبنانی ها قول داده، به یمنی ها قول داده، به عراقی ها قول داده. جمهوری اسلامی باید این پول رو از جیب شماها تأمین کنه برای اونا. اگر این کار رو نکنه
خیلی سریعتر شما به شناسنامه و رجعتش خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکنه پایان میدید. سرمایه های ملیتون رو میفروشه که بده به اینها، اینا بتونن چند سبایی وقت بذارن براش. بچه های نازنین، نفتش، گازش، همه چیزایی که مال شماست رو بخشیده و داره میبخشه. بله چینی ها بانوی عزیز، بله بسیاری از این نابخردانی که در حکومت هستن با سفسطه‌گری، با دروغ، با خدعه، با آیین رفتاری خمینی و مبدأ چوخانیات آخوندی هنوز دارن خدمت میکنن، بودن از ابتدا و دارن خدمت میکنن. عزیزان، سرمایه های ملی شما در خطره و دیدید اعلیحضرت رضا شاه دوم در توییتی پریشب اعلام کرد که سردمداران و طرفدارانی خامنه‌ای بدانند موسونیت نخواهند داشت. اینها باید پاسخ بدن در آینده. هیچ کشوری نمیاد، من بهتون بارها گفته بودم، کسانی که یادشون هست بنویسن، یادتون میاد بهتون گفته بودم جمهوری رنگین اسلامی مثل ورشکسته ایست که فقط داره قول میده، از جیب اون یکی قرض میگیره به این یکی میده، از این یکی قرض میگیره به اون یکی میده، سرمایه های شما رو داره به این و اون میده. یادتون میاد جمهوری اسلامی نابوده، تمامه، سالهاست تمام شده. ما اشتباه کردیم که هنوز هم فکر میکنیم با تعلل و اینکه دیگری کار رو انجام بده به خیابان نمیایم، در کنار عزیزانمون قرار نمیگیریم و متاسفانه موفقیتامون رو هی دیرتر به دست میاریم. خب طبیعتا توی این فاصله دشمنانی هم جمهوری اسلامی ارسال کرده در خارج که بجنگن با پهلوی، تنها امیدی که شما نازنینان میتونید ازش بهره ببرید، شخصیتی که تربیت داده شد برای این روزها، شخصیتی که برای این روزها زاده شد و برای این روزها برای مملکت من و تو و ایرانی تربیت شد. شما نگاه کنید هر نن من غریبی، هر بیشرفی برای اینکه بخواد نگذاره مردم ایران به آزادی برسند میاد جبهه مخالف پادشاه عزیز ما رو میگیره، از هر جهتی، از هر سمتی به شاهزاده رضا پهلوی عزیز میخوان ضربه بزنن. اما کور خوندن. ما پهلوی پرستا، ما سامانه پادشاهی ها، ما خادمانمون رو شناختیم، ما عزیزانمون رو دقت کردیم، این بار انتخاب کردیم. وقتی یک کسی میگه من وکالت میدهم، با تمام وجود انتظار این رو داره که وکالتش معنای خودش رو داشته باشه. وکالت رو بچه ها کف خیابان باید داد. وکالت رو مثل اون جاودان اهورایی پادشاهی خواه ما بود، رضا نوروزی عزیز که ماشین نیسانش رو برد، خانمش رو برد، بچهش رو برد، براتون گذاشتم دیگه، ماشینش رو آتایی زد، گفت آقا بچه هام همه رو بسپارم به پهلوی رضا شاه دوم و رضا شاه دوم شاهزاده رضا پهلوی حق مسلم انتخاب مسلم. اون روز اون وکالت داد، ما نمیدونستیم، خیلی همون وکالت هنوز نمیدونستیم چیه. بجنگید، برای موفقیت باید جنگید و ما پیروزیم، شک ندارم به روحی، روح خود شاهنشاه آریامهر ما پیروزیم. شاهنشاه آریامهر از سیاهی شوم میگفت و این روزها رو میدید، اما یه خوبی هم که داشت در وصیت‌نامه‌اش راه برون رفت از آخوند رو به ما متذکر شد و یادآوری کرد. راه برون رفت از آخوند سه اصل رو میدلده، اون سه اصل رو همه شما دیگه دارا هستید. پرچم من و پرچم تو یکیست، پرچم آخوند با ما تفاوت داره، پرچم جدایی طلب با ما فرق میکنه، پرچم علی تجزیه طلب با ما تفاوت داره، پرچم همین با ما تفاوت داره، پرچم شادی امین با ما تفاوت داره، پرچم ما یکیست، پرچم مجاهدین با ما تفاوت داره. آمدن ایرانی به بیرون
فاتحه تمام اقشار ایدولوژیکی خواهد بود. اینو عزیزان، اینو مجاهدین میدونن، شما فکر نکنید اونا نمیدونن، این رو مجاهدین بهتر از همه شما میدونن، همونطوری که خامنه ای و ملائیزم بهتر از هر کسی میدونه آخرشه، فاتحهشه. اینا میدونن، مجاهدین میدونن که اگر فردا ایران آزاد بشه، همین یک محبوبیت کوچولویی هم که در خارج هستن، شما میدونید مجاهدین تنها سازمانی هستن که از وزارت دارایی و بودجه مخالفت با جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا پول دریافت میکنن. کسی میدونه؟ یک بارم داستانش رو دوبار براتون توضیح دادم، چون وقت دیگه زیاد گذشت و درون ایران هم 100% عزیزان نازنین به هر حال ساعت خواب است، استراحت هست، من از حضور گرم تک تک شماها بدرود میطلبم. فقط یک چیز بهتون بگم، یک چیز، و اون یک چیز دوستان عزیزان ازش سیانت کنید. این یک چیز، ببینید پرچم رو دیگه کسی نمیتونه از شما بگیره، پرچم جای خودش رو محکم ثابت کرد. اینقدر توی خارج از کشور ما پرچم رو ترویج دادن عزیزان، درون کشور اینقدر عزیزان از زندان بگیرید تا دیگران اومدن ترویج دادن که دیگه در کانادا، در کشور هلند، در کشورهای متعددی حتی به اهتزاز در آوردن بعضی از ادارجات دولتیش. پس تمومه. در مورد تجزیه ایران و خاک ایران هم تصمیم همتون قاطعه، هر کسی، پادشاهتون هم فرمایش کرد دیگه در مصاحبه آخر با من و تو، پادشاه پادشاهان فرمود هر کسی در این اصل با ما همسو نشه من با اون نیستم، بتونید واضح بگم اینجوری فرمود دیگه، دیدی دیگه. اما وجه آخر میدونید چیه؟ که مواظبت باید بکنید، صیانت کنید، اونم خود اعلی حضرت، خود شاهزاده رضا پهلوی، خود شاهزاده ای که صیانت کنید. این صیانت و این نصیحت آخرین اراده محمد رضا شاه در وصیت نامش، برید بخونید به این مطلب پی خواهید برد. بدون افتخار میکنم، شب بسیار بسیار زیبایی رو برای شماها و تمام عزیزانتون آرزومندم و استدعا میکنم حتما حتما برید در یوتیوب و لایو های ما رو اونجا ببینید، حتما و حتما اونجا میتونید کمک من باشید، اونجا وقتی شما میبینید امتیازات من میره بالا. استدعا میکنم لایو ها رو توی اینستاگرام، اگر کسایی که در خارج هستن حداقل برید حتما در یوتیوب این فیلم ها رو بگید ببینید، برای دیگران هم بگید و براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم یک چیزی بهتون بگم، بذارید بیریا هم بگم، چند نفر هستید؟ 100 خورده هستید. میدونید چرا تعدادتون کمه؟ از آن روزی که اینترنت در ایران اینجوری شد، یه بخشیشه، بخش اعظمش اینترنت منه، من با اینترنت گوشی دارم با شما صحبت میکنم و بسیار ضعیفه و هیچ کس، حتی ببینید پیجای وایرال شده من هم پاسخ نمیده. برید در یوتیوب منو یاری کنید، اونجا لایو ها رو برای دیگران بفرستید ببینن و مطمئن باشید کمک من باشید که من بتونم با قدرت برگردم، تلویزیون رو مهیا کنم و تشکیلات رو مکم کنم که این بار رفتیم به خیابان و این بار رسیدیم به خیابان، دیگه برگشتی نداشته باشیم جز آزاد. خب از همه از اون هم سپاسگزارم. بچه ها یوتیوب من توی بیوی همه پیجام هست، هر سه تا چهار تا پیج، نه سه پیج، اون چهارمی رو هنوز نزدم و استدعا میکنم. ببینید این پیج منه، یکیشه، این خط آبی رو، این خط آبی رو شما اگر یوتیوب داشته باشید بزنید، لینکش مستقیم شما رو میبره داخل بخش یوتیوب من. ببینید این یوتیوب من، آلبوم پر. بسیار خوشحال شدم از دیدار شما، باز هم سپاسگزارم، امیدوارم پرقدرت بیایید کنار من، بیایید بچه دست به دست هم بدیم. من باور کنید اگر شما عزیزان بتونید در یوتیوب من رو یاری بدید و لایو های ما رو برسونید به بیننده های بزرگ و بهتر، شک نکنید این بار به خیابان
آمدیم دیگه دست تنها نخواهیم آمد. بهتون سپاسگزارم از همتون، بهتون افتخار میکنم. جاوید شاه، جاوید خاندان با عزت پهلوی و جاوید پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان، اون تاج همیشه طلایش. بدرود، شب بر همگی خوش.